سلام و خوش آمدید در این مجموعه خبری رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از احزاب سیاسی این کشور خواسته که خودخواهی را کنار بگذارند و به زودترین فرصت ممکن حکومت تشکیل دهند هرکس اگولارنی بیر کنارا کویوب همه احزاب باید خودخواهی های شان را کنار بگذارند و به زودترین فرصت در چارچوب قانون اساسی حکومت جدید را تشکیل کنند این پروسه باید ادامه یابد چون تداوم برای دولت یک امر حتمی است اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی امروز هشدار داده گفت که تاریخ در مورد هر کسی که ترکیه را در برزخ سیاسی رها کند قضاوت خواهد کرد حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه برهبری اردوغان برای نخستین بار از سال 2002 میلادی در امین هفته اکثریت خود را در پارلمان ترکیه از دست داد اردوغان گفت که همه طرف ها باید به نتیجه انتخابات که اراده مردم است احترام بگذارند هیچ حزب ترکیه به ائتلاف با حزب عدالت و توسعه آمادگی نشان نداده است در یک حمله انتحاری در منطقه حیات آباد پشاور کم از کم سه تن کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. حادثه امروز هنگام رخ داد که یک بمگذار انتحاری سوار بر یک موترسایکل خودش را در نزدیک موتر حامل معاون قماندان پلیس منفجر ساخت. دو مامور پلیس در میان کشته شدگانند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. و در پای شیوع بیماری مرس و تاثیر آن بر اقتصاد کره جنوبی بانک مرکزی این کشور نرخ بهره بانکی را برای کمک به ثابت نگه داشتن بازار و تقویت آن به گونه بی پیشینه پایین آورده است شیوع بیماری مرس یا سندروم تنفسی شرق میانه از بدترین ویروس ها از نوع ویروس کرونا است که در کره جنوبی نیز بسیاری از فعالیت های اقتصادی را مختل کرده است کوان دیوک معاون وزارت صحت کره جنوبی در این مورد بیشتر معلومات می‌دهد اوجه مورد جدید مرس تایید شده است. با این تعداد واقعات تایید شده این بیماری در تمام کشور به 122 مورد می رسد. این بیماری تا کنون جان ده تن را در کوریای جنوبی گرفته است. هزاران تن دیگر در این کشور قرانتین شدند. بیماری مرس ابتدا در عربستان سعودی گزارش شده بود. همین خبرها و بیشتر از اینها را رو روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید آزادی رادیو تشکر و خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و 12.96 و 12.96 و 12.96